بیا و به خاطر شرایط کرونایی و تغییر سبک زندگی مصرف کننده تو هم تغییر کن. روش فروش و خدمات تو آنلاین کن. فروش تو با یا کن. و من تو رو دعوت میکنم از طرف بایا برای عضویت در baya.ir. در یک ماه اخیر تلویزیون بیش از هر آگهی دیگه‌ای سامانه بایا رو تبلیغ کرده. در این مدت آگهی‌های بایا از 9 شبکه تلویزیونی پخش شده. از طرف میانگین طول هر آگهی حداقل 30 ثانیه بوده و از هر شبکه حدود 12 بار پخش شده. با این ارقام هزینه یک ماه آگهی این شرکت دست کم 583 میلیارد تومان بوده. اما این سامانه تازه کار چطوری چنین ریسکی رو پذیرفته و هزینه کلان این تبلیغات رو چطوری به دست آورده؟ بایا متعلق به شرکت دانش پارسیانه. این شرکت مجری 13 پروژه کلان کشور در چند سال اخیر بوده. از جمله این پروژه ها سامانه سی به وزارت بهداشت و طرح غربالگری کرونا است. مدیرعامل این شرکت ابراهیم بای سلامیه که برادرش نماینده سابق مجلس و عضو حزب مشارکت بوده. نام دیگر برادر اونها هم به عنوان یکی از متهمان پرونده مؤسسات البرز ایرانیان و فردوسی مطرحه. قابل تأمل این که بایا بابت ثبت نام از کسب و کارها 300 هزار تومان و با تخفیف 150 هزار تومان طلب میکنه. این رقم برای بررسی اسناد و مدارک دریافت میشه و البته در هیچ یک از پلتفرم‌های مشابه بایا سابقه نداره. این سامانه برای فروش خدمات 3-6% و برای فروش کالا 1-5% پورسانت میگیره. یکی از ابهامات بایا اینه که فعلا فقط پول میگیره و هنوز مشخص نکرده قراره در چه فضایی کارش را آغاز کنه. نکته دیگه این که فروردین امسال اعلام شد که در ماجرای طرح غربالگری کرونا اطلاعات زیادی از کاربرا لو رفته. شرکت دانش پارسیان هنوز پاسخ کاملی به این ابهام نداده و فعلا مشغول پول گرفتن و تبلیغات گسترده است.